Let's see, where do we have sailed in here? Okay, was a great sailor. Okay, در قسمت سیل دارم، سیلر دارم و به این قسمت برای شما سیل داده. وی که داده ورب نمایندگی از این میکنه که فعل هست، ولی در این قسمت باز میبینیم او آر گرفته. حالا وقتی که شما سیلر به جلو از این نوشته میکنین، سیل سفر میشه، سفر با کشتی. باز وقتی که سیلر میگن شما ملبان میشه، یعنی کسی که کشتی رو هدایت میکنه. ناخدای کشتی، سیلر، سفر دریایی، سفر کردن و اینجا اصطلاح ملبان یا کسی که کشتی در یک سفر راهنمایی میکنه یا هدایت میکنه. پولیتیکس داریم و در این قسمت هم ما هم در ابتدا داشتیم و هم در این اواخر داشتیم پولیتیشن. پولیتیکس، پولیتیشن. خود پولیتیکس به معنی سیاست، پولیتیکس سیاست، ولی وقتی میگیم پولیتیشن سیاست مدار میشه، پولیتیشن سیاست مدار. اوکی. این پارت سی، underline the straight syllable and practice saying the words. شما زیر سیلاب ها یا زیر هجاهایی رو که فشار روی از اونا هست یا استرس داره اندرلاین بکنین و تمرین بکنین طریقه گفتن آنها رو. Okay, what you have to do that is in part C, this one. Part D, think of a famous status of a person in your town. به شرح حال یک شخص مشهور در کشور یا شهر یا مثلا قریه که خود شما هستین فکر بکنین. Or in the capital of your country. یا اینکه در مرکز کشور شما باشه. Write a short text about it. یک متن خوردی رو در رابطه با او نوشته بکنین. Say where it is. بگین که مثلا در کجا هست آن. Who it is. چه کسی هست. And what person was famous for. و به خاطر چه چیزی همین شخص مشهور بود. به خاطر چه کاری، به خاطر چه نوع فعالیتی او مشهور بود. اوکی. The status of for example احمد in 1999. He or she was famous because of مثلا وضعیت یا شرح حال احمد در سال مثلا فلان فلان، او مشهور بود به خاطر. به ایه همچین موضوعی که ما در این قسمت کار کردیم، شما اگر از اون اشخاص و یا افرادی که در کشور شهر خود شما هستن استفاده بکنن. Write something like that. یک چیزی مثل از اونم بنویسه. Okay. So we have speaking. Speaking به معنی صحبت کردن. Who was the top British person of all time? چه کسی به اصطلاح یک شخص بریتانیایی عالی بوده در تاپ، یعنی در رأس قرار داشته در تمام اوقات. اوکی. این بی بی سی سروی the winner was Winston Churchill. در یک سروی